شیعیان استان احسا در عربستان هر سال مراسم اربعین حسینی را برگزار می کنند که این مراسم در طول سالها شاهد تغییراتی بوده سید محمد علی العلی زعیم حوزه علمی احسا در عربستان می گوید افتخار حضور در میان زائران اربعین را از دست داده ایم ما اینجا عزاداری برگزار می کنیم و همگی برای امام حسین گریه می کنیم که این امر بیانگر احساسات تمامی مردم احسا و تمامی دوستداران اهل بیت علیه السلام می باشد شیعیان احسا از قدیم به شیوه های متعدد و با مراسم های زیاد زیارت اربعین را زنده نگه داشتند که بارسترین آنها محفل شعری بزرگی بوده که با حضور علما، نخبگان و جمعیت مردمی از شهرستان ها و روستاهای احسا برگزار می شد در سال 1404 هجری قمری سید محمد علی العلی با سید ناصر از سلمان توافق کردند که مراسم اربعین در عصر بیستم ماه سفر در مسجد جامع الکبیر برگزار شود از آن سال به بعد تا سال گذشته و قبل از درگذشته سید العلی مراسم اربعین با نظارت به حضور وی برگزار می شود. او در روز اربعین در میان خیلی جمعیت بر بالای منبر می رفت و سخرانی می کرد بعد از آن این مراسم متحول شد و با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز می شد سپس سخرانی می کردن. بعد از آن قصیده شعری می و در پایان گروه سرودی از سوی دانش آموزان مدرسه می خانده می شد بعدها این مراسم جنبه ازاداری و سینه زنی به خود گرفت و گروهی صحنه ورود او را به نمایش می گذاشتن و دمام و پرچمهای سبز و سیاه به دست می گرفتند. سپس مرسی سرایی و مدیاهی به این مراسم اضافه شد به گونه ای سید علی متن نوه را می و مدیاه آن را می و ازاداران به صورت گروه گروه بر سر و سینه می زدن و با ورود به مسجد به سوی زریح می رفتن که داخل مسجد نصب شده بود که صحنه شبیه صحنه هر ولی به وجود می آبردن. مراسم اربعین با شکل جدید آن با نسب زریه جدید با نسب زریحی شبیه زریه امام حسین علیه السلام همراه بود که از چوب و آهن ساخته شده بود شانه ذکر است که سید محمد علی العلی زعیم حوزه علمی احسا در روز اربعین ترجیح میداد به جای رفتن به کربلای معلا در این شهر بماند و مراسم اربعین را به این شیوه برگزار کند تا به فرزندان جامعه ضرورت احیای امر اهل بیت علیهم السلام را بیاموزد و حرارت این مراسم را در دلهای مؤمنین زنده نگه دارد